به گزارشی درباره فسادهای حکومتی که در اسارات مهره ها و رسانه های حکومتی در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی آخوندی برملا شده توجه کنید نمایش رأی اعتماد، نمایشگاه بحران ها، و فساد نهادینه نظام. در جریان کشمکش باندهای حکومتی بر سر کابینه جدید آخوند و سهمخواهی از قدرت چه در مجلس ارتجا و چه در رسانه های حکومتی گوشههایی از بحرانها، ها،, بمبست ها و ابعاد فساد نهادی شده در نظام آخوندی برملا شد. هدایت الله خادمی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ارتجا اعتراف کرد برخی آقازاده ها و مسئولان مشغول ایاشی خود هستند. در کشورمان می‌بینیم که فرزند فلان مسئول از رانت استفاده کرده است و هیچ فردی هم جلودارش نیست و نظارتی بر روی عملکرد این افراد صورت نمی‌گیرد یک عده آدم تازه به دوران رسیده با استفاده از رانت و مقام پدرشان در مملکت فساد ایجاد می‌کنند باید بگویم که ایران بهشت به کسانی است که میل به اختلاس دارند این عضو مجلس ارتجاب با اشاره به چرخه فساد بین اعضای مجلس آخوندی و وزارت نفت و نقش آن در نمایش رأی اعتماد خطاب به سران سقوه رژیم گفت جلوی این مفسده و رانت دو طرفه یعنی استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت را بگیرید. اگر امید به استخدام ها نبود، آن وقت وزیران پیشنهادی بهتر صداقت موافقان و مخالفان واقعی خود و تعداد آرای واقعی خود را مشاهده می کردند. خاطر نشان می شود در روزهای قبل هم ملکی عضو مجلس ارتجا گفته بود وزارت بهداشت، وزارت راندخاری و فامیل بازی شده است. فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجا از آن کرد ادهی به اسم دولت توسعه برای خود رانت ایجاد کردند. در نتیجه این شرایط، فراریان بزرگ مالی و بانکی در حال انجام فعالیتهای خود هستند در حالی که کار ورشکستگان کوچک و کشاورزان برای یک وام معطل است. روزنامه حکومتی ابتکار به نقل از یک عضو مجلس ارتجا در مورد خرید رأی اعتماد در مجلس آخوندی نوشته است زمانی که این لابیها از حالت عرف و معمول خود خارج شود، وجهه ناخوشایندی به خود میگیرد که به قول یکی از نمایندگان از رایزنی به راهزنی تعبیر می شود. علی ربیعی وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی یکی از وزرای پیشنهادی است که قبل از حضور در مجلس برای دفاع از برنامه های خود اسناد و مدارکی از او دال بر تلاشش برای گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان مطرح شد. طبق این گزارش بر اساس صورت جلسه رسمی جلسه 125 شورای معاونان سازمان تامین اجتماعی مورخ 35396 تمام ارکان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی جهت اخذ نظر مثبت نمایندگان مجلس باید وارد عمل شوند و نظر مساعد نمایندگان را برای رأی اعتماد دوباره به ربیعی جلب کنند.